سرخط مهمترین خبرها. عطا محمد نور جبهه جدید ضد طالبان تشکیل داد. جبهه نظامی هزاره ها اعلام موجودیت کرد. ممنوعیت دختران از تحصیل. امریکا مذاکرات برنامه ریزی شده با طالبان در دوحه را لغو کرد. گلبدین حکمتیار: با حکومت ائتلافی مخالفم انتخابات برگزار شود. روسیه: مرحله اول جنگ اوکراین تکمیل شد. روی آزادسازی دونباس متمرکز می شویم. و نابرابری قومی و جنسیتی در افغانستان از جمهوری تا امارات. باید خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو مهم با ما باشید. ممنوعیت دختران از تحصیل. امریکا مذاکرات برنامه ریزی شده با طالبان در دوحه را لغو کرد. وزارت خارجه امریکا میگوید که دیدارهای برنامه ریزی شده خود را با نمایندگان طالبان در دوحه به خاطر تصمیم اخیر طالبان برای ادامه ممنوعیت تحصیل دختران لغو کرده است. رویترز در گزارش گفته است که قرار بوده در این دیدارها روی چالش‌های کلیدی اقتصادی افغانستان گفتگو صورت بگیرد. رویترز در گزارش خود آورده است که لغو این دیدارها اولین نشانه مشخص است که نشان می‌دهد تحرکات اخیر طالبان در زمینه حقوق بشر و تشکیل حکومت همه شمول می‌تواند مستقیماً بر تمایل جامعه بین‌المللی برای کمک به این گروه تأثیر بگذارد. گروهی که برخی از سران آن همچنان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص گفته است تصمیم اخیر طالبان عمیقا ناامید کننده و نقص غیر قابل توضیح تعهدات قبلی این گروه به مردم افغانستان در مرحله اول و سپس به جامعه جهانی است. وی افزود: ما برخی تعاملات خود را به شمول جلسات دوحه را با طالبان لغو کرده ایم و صراحتا اعلام نموده ایم که تصمیم اخیر آنها یعنی طالبان می تواند نقطه عطف در نحو تعامل ما با آنها باشد. سه منبع مطلع به رویترز در این باره گفتند که قرار بوده چندین جلسه میان نمایندگان آمریکا، نمایندگان سازمان ملل و بانک جهانی و طالبان در یک نشست در قطر روز شنبه و یک شنبه صورت بگیرد. یک سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز تایید کرده که یک هیئت طالبان به شمول مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، انتظار مسافرت به دوحه را داشته است. روسیه: مرحله اول جنگ اوکراین تکمیل شد. روی آزادسازی دونباس متمرکز می شویم. روسیه مدعی شده است که مرحله اول جنگ عملیات این کشور در اوکراین به صورت کامل اجرا شده است و اکنون روی آزادسازی منطقه دونباس در شرق اوکراین متمرکز شده است. یک مقام نظامی آمریکا نیز تایید کرده است که روسیه به مناطق شرق اوکراین متمرکز شده است. مسکو دو منطقه را در شرق اوکراین به عنوان واحدهای مستقل به رسمیت شناخته است. سرگی رئیس ستاد کل ارتش روسیه گفته است پتانسیل های رزمی نیروهای مسلح اوکراین به میزان قابل توجیه کاهش یافته است که این امکان را فراهم میکند تا تلاش های اصلی خود را برای دستیابی به هدف اصلی یعنی آزادسازی دونباس متمرکز کنیم. رسانه های غربی اما این اعلام روسیه را به چرخش در موضوع این کشور و نیز کاهش بلند پروازانه هایشان در اوکراین تعبیر کردند. به باور تحلیلگران این رسانه ها مقاومت در اوکراین روسیه را وادار کرده است تا جا طلبی در اوکراین دست بردارد، موضوعی که روسیه خلاف آن را مطرح می کند. به باور ارتش روسیه مسکو در اوکراین به اهداف خود رسیده است. نابرابری قومی و جنسیتی در افغانستان از جمهوری تا امارات. خبرگزاری اندپندنت فارسی: با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 در ساختارهای دولتی افغانستان غربالگری های عظیمه رخ داد و جادا از کارمندان نظامی و امنیتی کارمندان دولت نیز به شدت تحت تاثیر این غربالگری ها قرار گرفتند.
گزارش‌های رسیده از وزارت امور مهاجرین نشان می‌دهد که رهبران طالبان در 7 ماه اخیر 15 تن از مدیران و 2 مشاور فنی این وزارت را برکنار کرده و به جای آنان افراد وابسته به خود را که اغلباً دانش تخصصی ندارند و فقط در مدارس دینی درس خواندند به کار گماشتند. روزنامه 8 صبح اخیراً از وزارت کار و امور اجتماعی نیز گزارش مشابه منتشر کرد. لیاقت و خاطره یک زوج جوانند که هر دو مدرک کارشناسی ارشد دارند و در سالهای پایینی حکومت جمهوریت مقامهای دولتی مهم گرفتند. آنها از طریق برنامه رقابتی کمیسیون اصلاحات اداری دولت پیشین افغانستان موفق شدند به سمت مشاور و رئیس در 2 وزارت برسند، اما از همان آغاز تبعیض‌های جنسیتی و قومی سر راه کار این دو جوان تحصیل کرده موانع قرار داد و آمدن طالبان هم بر زون این موانع افزود و سرانجام به برکناری و مهاجرت آنان به خارج از افغانستان منجر شد. در افغانستان برکناری افراد از سمت‌های دولتی به دلیل جنسیتی، قومیت یا مذهب قصه جدیدی نیست. افراد با توانایی بالا و تحصیل کرده در هر حکومت در افغانستان به دلیل جنسیت یا نسبتشان با اقوامی که اقلیت به شمار می روند یا هیچگاه به مقام عالی دولتی نمی رسند و یا بلا فاصله پس از انعصاب به یک سمت دولتی بالا در دام نشست ها و داستان سازی ها مفتند و برکنار می شوند. گلبدین حکمتیار: با حکومت ائتلافی مخالفم، انتخابات برگزار شود. رهبر حزب اسلامی گفته با حکومت ائتلافی مخالف است چون باعث تشدید بحران در افغانستان می شود. گلبدین حکمتیار می گوید افغانستان به رئیس جمهور نیاز دارد و تنها رای ثبات هم برگزاری انتخابات است. او پیش از این گفته بود در هر حالت از دولت طالبان حمایت می کند. رهبر حزب اسلامی افغانستان درباره پیشنهادات ارائه شده درباره برگزاری لوی جرگه هم گفت این بخش از برنامه های امریکا به جای انتخابات است. اشاره او به گفته های حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان است که گفته بود تنها راه حل کنونی افغانستان این است که طالبان به مخالفانی که از افغانستان خارج شدند مراجعه کنند و یا با برگزاری لوی جرگه دولت فراگیر تشکیل بدهند. حکمتیار اما به تلویزیون آریانا گفت تجربه نشان داده که حکومت ائتلافی نمیتواند کشور مثل افغانستان را اداره کند. به نقل از آماد نیوز، نخستین جبهه نظامی هزاره ها با پیروی از اندیشه مزاری اعلام موجودیت کرد. در نوار چریکی های جبهه آزادی و مردم سالاری که پرچم سیرنگ افغانستان و پرچم هزارستان با عکس عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت را با خود دارند، اعلام موجودیت و از ایستادگی در برابر طالبان سخن زدند. همچنان اعلام موجودیت جبهه نظامی عطا محمد نور، یک جبهه نظامی به نام شورای عالی مقاومت ملی افغانستان اعلام موجودیت کرد. این گروه میگوید منتظر دستور عطا محمد نور والی سابق بلخ است تا عملیات چریکی خود را شروع کنند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.